یونمای هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان نشست مشورتی را بر روز چهارشنبه هفته جاری در مورد افغانستان برگزار میکند. قرار است روزا اوتونبایوا رئیس یونما در این نشست گزارش 3 ماه از اوضاع افغانستان را ارائه کند. آگاهان سیاسی ما میگویند برگزاری چنین نشست ها نتیجه در پی ندارد و برای عبور از این وضعیت نیاز است که حکومت فعلی افغانستان با برگزاری لوی جرگه با افغان ها گفتگو نماید. برگزاری نشست مشورتی یونما در مورد افغانستان تا 2 روز دیگر. نشستی که قرار است در آن روزا اوتونبایوا رئیس یونما گزارش 3 ماه از وضعیت افغانستان را ارائه کند. تا هنوز جزئیات بیشتری درباره آجندای کاری و شرکت کنندگان این نشست منتشر نشده، با این حال آگاهان سیاسی به این باورند که برگزاری چنین نشست ها راه به جای نمی برد و حکومت فعلی باید با افغان ها گفتگو نماید. به امره مردم خود بشینی، از طریق لوی جرگه، از طریق شورای کلان، هر نامی که میتی، از کل افغانستان، از 34، 36 ولایت افغانستان، مردم خبره و مردم آگا و مردم سپید پوش و مردم هری از پسات باید وجششته باشه، علمای کرام باشه، سیاست مداره باشه، دانشورا و دانشمنده باشه، کلشان باشه، تا که عظامی تهدیدی ملل متحدی از ممالک خارجی خلاص شویم. نشست مشورتی یونما یک هفته پس از نشست شورای امنیت درباره افغانستان برگزار می شود. نشست هفته گذشته شورای امنیت درباره افغانستان پشت درهای بسته برگزار شد، اما بی نتیجه و بدون تصامیم مشخص پایان یافت. برای واکاوی بیشتر این خبر، هم‌اکنون رحمت الله بیژنپور آگاه مسائل سیاسی را از شهر اسلوی ناروی در برنامه با خود داریم. آقای بیژنپور، وقت شما بخیر. در یک هفته اخیر این دومین نشست درباره افغانستان است که در شورای امنیت سازمان ملل برگزار میشه. یونما در این نشست فکر میکنند به دنبال چی است و چی میخواهند؟ عرض سلام خدمت شما. ببینید 22-23 تا نشست تا اکنون از دوران آمدن طالبان در باب افغانستان برگزار شده، همان گونه که دوران دولت جمهوری جفا بود. اتفاقا در اون زمان هم تا تقریبا 64 نشست بین‌المللی در رابطه با افغانستان ادامه یافت. اینا به نظر میرسه که آمریکایی ها چون به صورت مستقیم علاقه ندارن وارد بحث افغانستان باشن، به صورت حاشیه‌ای سازمان ملل، نهادهای مربوط به سازمان ملل و برخی از کشورها و فعالان دیپلماتیکی بین‌المللی را در اختیار می‌گیرند و به نحوی یک سیاست‌های غیر مستقیم را اعمال می‌کنند. هم مشکلات داخل افغانستان که طالبان بسیار خودشون را سزاوار و مستعد تشکیل یک دولت مستقل نمی‌بینند، نمی‌توانند، و هم دنیا علاقمند نیست که یک دولت از جنس طالبان در افغانستان برویانه یا به عبارت دیگر اعتبار ببخشه به او. بنابراین به قول معروف چیزی گندم تر و چیزی آسیاب کند. این نشست‌ها بر همین مبنا یک دور توالی در حقیقت داره دنبال میکنه که شما میبینین که به شمول نشست‌های کلانشون در قطر سازمان ملل انجام داد، دو بار نشست انجام شده، 3 نشست‌های حاشیه‌ای صورت گرفته. اما در پی نشست‌ها و پس از نشست‌ها باز هم برمیگرده اوضاع به همون چالش‌های پیشتر، تکرار ادبیات یا ترمینولوژی‌های مربوط به اختلاف و تفاوت‌های بسیار زیادی که مردم افغانستان از شنیدنش انصافاً ناامید میشن. بنابراین فضای کنونی یک فضای دور باطلی از کارهای غیر اساسی در رابطه با مسئله افغانستان است. هیچ یکی از این مسائل در رابطه با افغانستان به صورت جدی و به صورت پیگیر و به اصطلاح رمق پسین نیست. بله. تمام تلاش ها در جهت اعمال سیاست های نیابتی و سیاست های غیر مستقیم است. بله آقای بیژنپور، با توجه به عملکرد حکومت سرپرست در بیش از 2 سال گذشته، احتمال این که جامعه جهانی وارد تعامل با کابل شود چقدر امکان پذیر و قابل دسترس می باشد؟ اتفاقا شاید جناحای در طالبان یا بخشهای در طالبان امیدوار این باشند که بخش شماری از فعالان دیپلماتیک بین‌المللی با اونا به یک عبارت سخن میگن در خفا، اما در ظاهر
چیزهایی که بر رخ دنیا میاد از سیاست ها، یک سیاست های بازدارندگی نیابت میشه. یعنی در حقیقت چیزی که رویدادهایی که در رابطه با افغانستان هست جان بخش نیست، یعنی افغانستان ساز نیست، افغانستان محور نیست، افغانستان بردار از بحران نیست و برایند یا به اصطلاح پیش برندگی ندارند. بنابراین این سیاست های بله با دیدگاه ها با یک سری از اختلافات پیش به اصطلاح پیش برده می شود، در حقیقت کل مسائل نیست. بله، آخرین پرسش ما آقای بیژنپور مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طی صحبت های گفته جهان از هیچ راه جز تعامل با کابل ندارم، این یعنی چی و چی پیام را فکر میکنن مخابره میکنه؟ اتفاقا منطقی یک دندگی و سرتنبگی در رابطه با مسائل بین‌المللی و جامعه جهانی حتما آبشخورش دو تا مسئله است، یا ندانم کاری هایی است که آدم هایی که نمیدانند چنین سخن میگن، یا اطمینان هایی است که به صورت مخفی یا به صورت غیر علنی از سوی جامعه جهانی یا از سوی امریکایی ها به یک نحو چراغ قرمز نشان داده، چراغ سبز نشان داده میشه. اما اینا ترفند است، در حقیقت هم اینا دارن خودشان را فریب میکنن، هم بازی ها در سطح بین المللی نسبت به افغانستان بازی های واقعی نیست. یعنی هنوز هیچ اراده ای در رابطه با تغییری وضعیت در افغانستان، چی برای ثبات و طالبان و چی برای به اصطلاح ساختار غیر طالبان وجود نیامده است. بله، و میخوایم کوتاه دیدگاه شما رو داشته باشیم. از تکرار ادبیات گفتین در نشست ها آقای بیژنپور، فکر میکنین نشست ها چرا ادبیاتش تکرار همیشه در مورد افغانستان میباشه؟ خب مسلما افغانستان به صورت مستقیم با یک اراده فیصله شده هم در جلسات بین‌المللی و هم از سوی سیاست های پنهان استخباراتی عمل نمیشه. بنابراین چیزی که واقعیت نداره در رمز گفته خواهد شد و در ادبیات به اصطلاح نیابتی گفته خواهد شد و در جملات تکراری. از این جهت اتفاقا معلوم است که سیاست های زنده برای افغانستان پویایی ندارن و در حقیقت هنوز نوبتشان نیامده است. سپاسگزار هستیم از حضور شما جناب رحمت الله بیژنپور، آگاه مسائل سیاسی.